سلام علیکم. تو ماشین ما جا مونده بودن. اون اتاق هم تهیه بکش. چشم میکشه. حالا اینجا واین است. چشم. تیکشه تو. آقا ما دور میت دارم آقا تو. حاجی می دور میت دارم. بسم الله. نگاه کن ببین. خیلی خوشحالم کردی آقا. من جاگرم. شما همتون بنده پولین. همتون یه قیمتی دارین. اجازه بدید. من سه برابرشو پرداخت میکنم. اصلاً نگاهش میکنم یاد بابا خدا بیامرزم. نمیدونم اون شکل این بود، این شکل اونه تیمستار یه جا واسط پیدا کردم، ویو ابدی رو به دریا یه بابایی با یه کیف پر دلار اومده خودش اینجا بستری شده بالاخره مچتونو میگیرم، تک خورم این عقاب دارم میپاهم میکنم درجه تب دکتر رو میگیره، اوه 37 خطری نه خوبه، توام داری؟ اون رو من این مال شما باشه نه دیگه، بده هم که افتاره کارش دست الو، سلام گوه خانو، حالتون چطوره؟ خدا رو شکر، قربونتون برم، منم خوبم. خواهش میکنم، چه مزاحمتی؟ آها نتونستین گوشیشونو بگیرین؟ نه اشکالی نداره، نزدیک من الان صداشون میکنم. گوشی خدمتتون باشه؟ آقای خباز؟ بله خانم. مادرتون پشت خطه. خانم رحیمی، مادر من گوه خانم. بله. ای بابا، من الان میام خدمت. گوهر خانم حواست باشه آقا رحیما کسی نیا تو مطب الو ننه چی ننه جان سنگینی منه خب چرا به گوشی خودم زنگ نزدی اشغال بود کجا اشغال بود نه بابا تو مطب یعنی دم همه چادر جهادی بودم دیگه نه همه چی خوبه بله ننه جان من که گفتم میخوام ادامه تحصیل بدم نه بابا قصد ازدواج چی از الان میخوای مادر شوهر بازی در بیاری؟ الهی دورت بگن داداش کجاست؟ مسافر آها بله بیتی دیگه بیتی خان آها باشه سلام برس مادر دم به دقیقه زنگ نزن ما سرمون شلوغه دیگه شاید آره شاید کرونا گرفتی همین تلفنی خداحافظ بی امانه ای کاش یه ذره جنم شما رو این آقا آرمان داداشتون داشت من حسرت میخورم واقعا شما به داداش من چه کار دارم اون طرفی داره کار خودشو میکنه کاری ندارم خود شما با این وضعیت اومدی دل به کار دادی واسدی تو دل کرونا داری خدمت میکنی اون رفته کلاسه علی مشهدی مسعودی کیه او تمرین بازیگری کنه علاقش خب رفته دنبال علاقش تو این وضعیت چه بازیگری آخرام یه عروسک تنپوش سرش میذارن دم یه رستورانی بگه غذا حاضر است من تیم کجا گذاشتم آخرین لفه تیم کجا دیدیم مریض اینجا خوابیده ترس نداره که فکر کن مرده خوابیده میگی بر خوده ماسکت کو ها ماسک هم آخه خب ببخشیم ماسیون حواسم نبود ذهنم درگی بود اینم شل کرده اومده پایین من نفهمیدم دستکشم نداری آخه دستکشم ندارم ببخش پاپوشم نداری پاپوشم ندارم نه. ای بابا چقدر بد ببین دیگه چی ندارم اینا همه رو بگو من همه رو رعایت کنم باید زور بالا سر اون باشم با بخشنامه و من بمیرم تو بمیری و پیامک بهداشت اینا اصلا فایده اصلا رعایت چوب باید بالا سر اون باشه که رعایت کنه اینا رو یادت نره بزنی نه حواسم هست من تو آی سی یو اینجا رو دوست دارم بیا بابا پیش اون هفلی بودم سرخونه بودم بابا تمیز برم تو آفرین قصه نموشه اون وریا اینجوری قربارگلی میکنن ها قشنگ با چوب و چماغ کسایی که ماسک نمیزنن حسابی این چه کاری زشته اینجا بیانیه میدن پشت سر همدیگه یه کده کی گوش میکنه بیا برو الان ترافیک جاده شمال رو ببین همه واسه هم برن جوش بزن زد که چرا دیگه باید وقتی که اینجوری رعایت نمیکنن باید زدشون دیگه تا نباشد چوب تر فرمان نبرد توانا بود میشه هر کی دانا بشود
واقعا تو این شهر خسته نباشی. سرفه میکرم گفتم آره بیا چیز خانم خانم کجا تشریف میبرید؟ این بعد زحمت خدا حافظ. سلام خانم. سلام حالت چطوره؟ ممنونم متشکرم. سلامتی خسته نباشید. بالا لطفا چطوری حرف بزنم اون وقت؟ من میشنوم صداتونو. خب خفه میشم. نمیشه یه ذره از اینا ببین که کرونا حالت خوبه؟ سلامتی متشکرم. دیگه کمی تب داشتم سرم هم میخواد درد میکنه سرفه هم میکنم خواهرم گفت برو یه تستی بده یه وقتی دیگه کرونا بود. خوب کاری کردیم. من حالا اینجا قربالگری میکنم اگه شما علائمی داشتی میفرستمتون داخل. چیکارگری میکنی؟ قربالگری دیگه نشونات. نه میترسم خانم ما باید برم داغ سلام. اون نگهبانه مادر جان اون نگهبانه. آقای دکتر نیست؟ نه بابا. نه آقای دکتره به خدا میشناسم. نه اصلا مادر. شما رو داخل راه نمیدن. اول من باید شما رو چک کنم اگه علائم داشته باشین بعد بفرستم. پس چطوری میفهمن که کرونا دارم؟ من باید برم داخل که بفهمن کرونا هست یا نه؟ نه من اینجا چک میکنم دیگه اجازه بدید من تبتون رو چک کنم. میگم مگه شما دکتری؟ نه ما گروه جهادی هستیم اومدیم کمک گروه کادر در. این درسته باید با اینه اینجوری برد شما باید برید تو جهاد کار کنید اینجا هم اومدید با این وضع و اوضاع مزاحم همه هستین یا آقای دکتره را مزاحم شده ببخشی مادر گل من بفرما. ایشون کجا باید بره جهاد کنید که شما راضی بشید خب شما که اینقدر اصرار داری بری اون تو اونجا پر از کروناییه اگه خدایی نکرده شما کرونا نداشته باشی بری اونجا مبتلا بشی بله. بازم راضی ایشون بری جای دیگه جهاد کنه خب گوش بده دیگه من نمیدونم چیه من اومدم اینجا تست کنم بایدم برم داخل اونجا نمیشه رفت چرا نمیشه رفت چون واقعا باید با شما اینجا لا ای بابا اینجوری قربالگری کرد ببین شما میگم گروه جهادی بله. یه دفعه یه چوبی هم بگیره بذاره تو سرمون خانم ماسکتون رو بدیم بالا بذارید من اکسیژن خونتون رو اندازه بگیرم چه خون؟ همون انگشتتون رو بذارید اون داخل انگشت رو نبری؟ نه خدا رو شکر اکسیژن خونتون هم طبیعیه ولی شما که چه سرتون نمیشه ما باید جمعه خان بله استاد ما با این روش حاج آقا طه نمیتونیم این ویروس منحوس رو ریشه کن کنیم بله استاد با خواهش و تمنا و من بمیرم تو بمیری استعداد دارم خواهش میکنم ماسک تو بزن این کرونا از بین نمیره نه بره نه قبول داری؟ بله استاد پس ما به شیوه خودمون باید اقدام بکنیم من قول دادم یه هفته ای خودمون اقدام کنیم ریشه شو بسوزیم قبول داری؟ بله استاد بزن قدش شما بزن قدش خواهش کردن یک بار دیگه بزنیم ولی این بار درست بزنه ناسه دوباره عده کافو هسته بار بار نکنه برو کسی که ماست نزده بیا تو چادر خیلی مستقیم میخوام من حالیش بکنم خب اصلا کنترات برمه داره آف بری بیارت رو باید کنترات بری سر من بیا باش بزن من باچه عزیزه ببین زنده مونده یه ماسک بهشون بده حتما او با من شما کارت نباشه دلش الان به دست میاره آه یه مورد یه مورد یه مورد آه دیوونه موردم بردر تشریف بیار اینجا بردر شما مگه الان نمیدونی کرونا است ها؟ نمیدونی این کرونای منحوس واگیر داره میتونی بگیری میتونی بدی؟ بدوش تو و چرا ماست نمیزنی داداش من؟ نه چشم میزنم که فایش شما هایی میخواستی بزنی که خود زده بودی که شما یه دقیقه تشریف بیار برو داخل چادر یه سری از پروکوتولا رو براتون برادر بگم برادر پرده رو بنداز برادر من پرده رو میندازم چون دل دیدنشو ندارم برادر قربونه ماسکت کو ماسکت کو چرا ماسکت نمیبینی این همه دارم نمیبینی دیگه تو خوابم ماسک میزنم ببخش سلامت هستی ماسکش رو بزن کسی هسته تو عرف نکن بریجون یک ماسک بزن حالی بگه دو دیگه بزن بزن تشریف بزن بزن آقا ماسک بزن یه مورد دیگه داره میاد داداش بگو بیاد بگو بیاد آماده ای که عرض ادب و احترام خدمت همین شما خوب این شما تب مب که نداری سرفه مرفه نمی کنین که میدونی که کرونا سلا نه؟ بله میدونی که واگیر داره؟ آه میدونی اینو ماسک نمیزنین ها؟ بری جان شیوه ها آماده است بگو بیان الان میفرستم خیلی برادرها شما تشریف ببرین اول دستاتون رو بیرین جلو یکم ضد عفونیتون کنم بعدم تشریف ببرین داخل چادر اون یکی برادر یه سری پروتکل برخورد مهربانی یادت نه باید داری جمع باشی پروتکل لازمه بفرم
بفر مراقب برو در این کمک خواستی بگو چون دوتا با مهربونی آروم بشو شما ماسک نداری نه بزن بگیرم اشتباه کردم یادم نه بابا لاجونه تو هم پاس کشم اکرام نشد از کنار برای او داداش سه تا وای 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 سه تا اینو دیگه کمک لازم میشه کنم خودم بازی برادرای عزیز بزرگ با تشریف بیاری اینا همه شون هم بلنده بیا اینجا داداش بیا اینجا وایسا به قد وایسین نمیدونین کروناست داره خودش نمیدونی حیف تو نیست با این قد و بالا اون قیافه خدا نکرده کرونا بگیره این دوشنبه ماست نه آقا ببخشید چیه میخواستم ببخشم که الان اینجا نبودم بگو بیا فری عصبی نشو داداش تو فری اونو بیارین جلو ببینم دستتون بیارین اونو بیارین اتاق دریاز همش فرید از بس آدم رو اسم میدین ببین داره خوش میشه بده بیا داخل چادرمون برادر پروکوتولا رو برات توضیح بده بفرما داداش اینا سه تا من بیام کمک بیام یه چند تا دیدم دلجون پیدا کردم بیام برو تو داره چرا بفرما ماسک خدمت شما بسیار خوشحال شدیم تشریف آوردیم بازم بیان از این ورا مهربونی ماست دادی بسیار با مهربانی شما هم جمع بودیم اصلا نمیخوام بر بخورا هیچ خاطر جمع تو مشتری همیشه گیم کاری کردم فردا شب اینجا باشن داداش میگم نهار نمیریم بریم نهار برگرد نه برگر. موتوری رد داداش یه دفعه موتوری خاموش کن کار داریم با بیا پایین بذار جک بیا پایین چه موتوری اینو خیلی گرونه نه؟ چیشو برده بیا داداش وایسا داداشم میگم که نه وایسا خوش میشه شما الان نمیدونی کروناست؟ چرا میدونم؟ میدونی کروناست؟ میدونی واگیر داره؟ میدونی میتونی بدی؟ میتونی بگیری؟ خب چرا ماسک نمیزنی داداش شما؟ بابا معطلش نکن دیگه معطلش تو باید یه در توجیش کنم آخه باید بدونم از تو چی؟ داداش من نمیگم چرا میزنی؟ چرا داری با جون خلق رو باطل کنی؟ بیژن آقا بیژن آقا بیژن بیژن جان بیژن چیه؟ خانم رو میبینی در باز کن در باز کن چیه بابا؟ منم کجایی؟ حاج آقا تو ببخشید من شرمنده نه بیشین راحت باش نه پام درد گرفته بود خواب رفته بود چه شد هم قرمز شد ها؟ آره حاج آقا نه جای دیگه بودم کجا بودی؟ توی طرف های آسیای شرق پاکستان هند حاج آقا نمیدونی چه خبر چقدر باحال یعنی تیول عرض میکنی؟ حاج آقا نه تیول عرض که چرس کنم واقعا من فکر کنم مستجاب و دعوا شدم حاج آقا خب مستجاب و دعوا که هستی الان سند من چند جا گره و دعوای تو نه حاج آقا گفتن نداره ها ولی چند روز این درهای بیمارستان همجوری ناخودآگاه تا میام نزدیکشون وام میشه بعد میرم توی نسیمی میخوره تو سک و صورتم یک بوی بهشتی میاد یک بوی جامای حالا گفتن نداره حاج آقا وای اصلا انگار اینجا نیستم چیزی زدی؟ نه حاج آقا درا برو همه باز میشه خب جدی؟ بله چرا؟ چشمه الکتریکی داره دیگه اون بالاش اون نسیم چی؟ نسیم هم مال کولر گازیه عزیزم توهم زدی؟ من فکر کردم چند روزه با شما گشتم خب حالا چی شده که اینجوری شدی خب؟ حاج آقا واقعا دیگه خسته شدم ما باید اکومون رو عوض کنیم چی؟ بابا یه فارسی صحبت کن منم بدونم بابا شما هم که لاتیتون خوب نی یعنی اصلا نمیتونه انگلیسی صحبت کنه حاج آقا ببین ما باید شیوهمون رو عوض کنیم دیگه یعنی اتوده چیه اونو باید عوض کنیم اینجوری جواب نمیده چجوری؟ الان به یه عزیزانی که هستن اینجا دو ساعت التماس میکنیم که مادر من خواهر گل من شما نمیتونی بری اون تو اونجا پر از کرونایی خودت مبتلا میشی مگه شد؟ یعنی اصلا به هیچ وجه من الوجود ایشون راه نمیاد با ما دیگه میگه من باید برم اون تو میگیم نمیشه بری اون تو پر از کروناییه مگه اصلا تو گوشش میره ایشون باید بره چشم پزشکی بعدم بره روان پزشکی انگار روانیه ما هرچی التماس میکنی ولکن نیست
کات درمانی خسته شده، چند ماه زن و بچه‌شون رو ندیدن، از روی صندلی‌ها می‌گیرن می‌خوابن، نه غذا دارن نه خورد و خوراک دارن. بعد یه همچین آدمای روانی ولکن نیستن. خودت روانی، خودت دیوونه، خودت هم باید بری چشم پزشکی. کسی که تو رو نشونده اینجا مسئولیت این کار به تو داده، اونم باید بره روانشناسی. آجا خوب بوده، آجا خوب. آقا نمی‌خوام اصلا تست بگیرم، کی رو باید ببینم؟ خدا حافظ. آجا برای چی معذرت خواهی می‌کنی؟ خب دو ساعت داره التماسش می‌کنه دکتر رحیمی، ولکن نیست، میگه عد من باید برم تو. خسنوش چی ریخی اینجا؟ پوستم داره پاره میشه. اسمت چی بود؟ فرامرز. فرامرز بی ببین من این شماره رو درست گرفتم اولشو. اینجوری که درست آره اینجوری. تیم سر این کیف رو نظر دمه دست. جو آلوده هست پولش کثیف میشه. عزیزم حواسم هست، همه دار و ندارم اون توه. همه دار و ندارت خیلی دمه دست. سلام بابا. سلام داریوش. صبح یکم سرگیجه و سردرد داشتم، بعد رفتم صرافی دلارامو بگیرم، همین که پامو از صرافی گذاشتم بیرون دنیا دور سرم چرخید بابا، پخش زمین شدم، الان بیمارستانم. میگم کرونا گرفتم، یکم هم ریم درگیر شده بابا. بابا کرونا گرفتی؟ بابا میدونی چه اتفاقی الان افتاده؟ الان ما چه غلطی باید بکنیم؟ ما اون شب خب با هم بودیم. امیدوارم شما نگرفته باشی. امیدواری؟ الان چه خاکی تو سرمون بکنیم؟ بابا اگه من گرفته باشم چی؟ حالا برای اینکه خیالتون راحت باشه برین یه تست بدیم، بعدشم تو یه توکه پا بیا اینجا تست بدیم؟ بلندشم بیام بیام بیمارستان؟ آخه بیام بیمارستان که اگه نگرفته باشم الان 100% بگیرم. نگفتم که بیای بیخ گوشم که. بابا جون الان دیگه کرونا بیخ گوشمون نیست، الان تو حلقمونه. من چجوری الان به زن و بچه‌ام بگم؟ اصلا اگه اونو گرفته باشن چی؟ بابا بیچاره مون کرد. چیز کن، من الان خود بی‌حوصله‌ام، بی‌اعصابم، بهت زنگ می‌زنم. ای وای. ای الو. قطع کرد. پسرتون بود؟ بله پسر ارشدم. خب ترسید کرونا بگیره قد کرد دیگه. خانم از تلفن که کسی کرونا نمیگیره، حتی نپرسید کدوم بیمارستانم من. عزیزم الله بر. من دو تا پسر دارم مثل شاخ شمشاد، الان صبح یکیش اینجا بود اومده بود حالمو بپرسه. پسرام ماهن پسرام. خوش بارتون. آره پسر ارشد بودم؟ بله. ارشد و غیر ارشد نداره تیم سار، اینا همهشون یه گاگول هم. آره همه واقعا هم گاگول هم. از این مدلان که عاشق بند جیبتم تا پول داری رفیقتم هم. آخه من هیچی واسه اینا کم نذاشتم. این نباید بپرسه بابا کدوم بیمارستانی. عزیز من مار در آستین خودم پرورش داد. حالا نگو اینجای همه که مثل بچه های من خوب نمیشن که پسرام تکن. حالا آج خانم شما اینو نگین دیگه ناراحت. تو چی میگی؟ تیه تو بکش. به ما چی کار داری؟ من کار ندارم، من که تیه کشم تیه هم میگیشم. میگم حالا که ناراحتن نگین اینو شما. هی نگین اگه میشه. بکش الان همه ما دوچار بی‌عصبی و ترس هستیم. ما باید با عطوفت و مهربانی از این بی‌عصبی و ترس مردم کم کنیم. همین دیروز یه جوان رعنا تو این بیمارستان تا بهش گفتن تست مثبته سکته کرد. جدی؟ بله خب شوخی هم کسی سکته میکنه؟ مرد؟ نه خب فوت کرد دیگه. ایجاد بیدار. بله بله او به خاطر کرونا نبود، به خاطر ترس از کرونا بود. آه. الان میدونی مریضی الان چیه؟ مریضی الان اینه که نکنه کرونا داره باشه.
کرونا پندار نی گفتار نی کرونا پنداری کرونا پنداری همون صفات نیک و این چیزاست. آره اتفاقا یکی رفته آزمایش داده بود، آزمایشش گرفته بود حاج آقا. خب بهش گفتن چی شد کرونا گرفتی؟ گفت نه خدا رو شکر سرطان دارم کرونا نگرفتم. آره همون دیگه. آره. بس باید با عطوفت و مهربانی با مردم رفتار کرد. ولی حاجی جواب نمیده. این شیوه غربالگری ما میبازیم به این کرونا. باید عوض کنیم دیگه. با این شیوه نمیشه. خب مثلا چیکار کنیم؟ الان من یه فیلمی به خدمت شما نشون میدم. این فیلم تو هنده. منم الان سیر و سلوکم رفته بود اونجا. حاج آقا این بی فرهنگیه. نه بابا چی بی فرهنگیه؟ روزی 400 500 تا دارن تلف میشن رو همین رعایت نکردنش وای بهداشتی دیگه. حاج آقا باید با چوب، یعنی چوب زد سر بعضیا که رعایت نمیکنن. ایشان جان من دیدم این فیلمه ولی آیا روش درستیه؟ آره دیگه نه. اگه بشه یه حکمی چیزی از مرجع بالا بگیریم ما هم شیوهمون رو عین هندیا تغییر بدیم دیگه. جوابه باور کن این غربالگیری فرنگی اصلا جوابگونی. روزی 400 500 نفر دارن تلف میشن دیگه حاجی. بیژن جان من نه اونی هستم که مجوز حکم چیزی بگیرم. ای بابا نه با این روش موافقم. حتی اگه جواب بده شما هم به چادرتون بچسبید توی این دایره خودتون بهترین باشین. الانم آقا آرمان قضا آورده میگم براتون. آقا آرمان قضا برای شما بیار. دست شما درد میکنه آجا با ممنون. میدونی کی پخته اینه؟ چی پخته؟ من دست پخته اینو دوست ندارم. با صدا از من کتلت درست کرده زمینه. نه بابا مادراتون پختن یعنی گوهر خانم و مادر شما. دستتون نوش جانتون. ای بابا آرمان جان. سلام. سلام آرمان. من تو به سر دید این سال سه تا این ارشدشون بود بزرگه و داره دارم به وسطی زعی میذارم. حالا زعی میذارم. الو الو مشغوله داداش دوباره سر کار گرفتی خوابیدی دیگه. خواب مومه عبادته بابا. چی آقا؟ آرمان بابا یه چیزی میگه یعنی مومنه که گفتم برق پخته هم خندهش میگیره مومنه. یا ای ساقی عدل که اصلا فلا فلا. چی آقا؟ از سموسو آقا جان تا اونجایی که من میدونم اینا نوعی از غذاست فلافل سموسه اینجور چیزا. آرمان تو اینجا چی کار میکنی؟ بس نکنی. من الان سوالم از شما اینه شما اینجا چی کار میکنی؟ خب من تو محل کارمه. محل کار اینجا این چی کار قسمت خواهران و قسمت برادران. یه بار دیگه لطفا دوباره تکرار. بابا خواهران برادران. بله دیگه تو هم درست اومدی دیگه. آقا جان معذرت میخوام قسمت خواهران شما چی کار میکنی؟ گوهر خانم زنگ زده بودم من صداشون کردم تلفن حرف بزنم. باستی داریم ما. داره. تو چیکار میکنی؟ من معلومه دیگه چیکار میکنم. مادر اینجا غذا پخته برای گروه جهادی با گوهر خانم من اینا رو آوردم. اینم که برای شما پخته دستشون درد نکنه. البته برای آبی جان هم غذای جداگانه پختم شامی پوک آوردم که بهت میدم. خب این خیلی زیاده. منو توی نه دیگه آقا پیشن شما هم با ما غذا بخورید. نه من گشنم نیست شما بفرمایید. آقا تو گشنم نیست چیه؟ گوهر خانم چون... اگر گفت گشنم نیست هر جور شده زوری هم شده من نمیخورم آبجار ما چیز آقار ما من گرسنم نیست. خب ما صبر میکنیم هر موقع شما گرسنه شما ستایی واسه چی میگی؟ آقا بیژن کوفته بخوره چون میگن کوفته دوست نداری دام چی مچه اینم درسته؟ من آقا اصلا غذا نمیخورم. حالا اینقدر اصرار میکنی اینو میبرم یه قاشق ازش میخورم. شما هم بفرمایید معطل نکنم منو تا اونجا میرسونی؟ خب یعنی چی؟ یه حال بده تا اونجا ببر بنزینم. خب میل ندار. من باید بگم به اینو نده این همینه دیگه. جواب نمیده میگیری؟ بابا این باید سه بار ببینه که بابای زنگ زده حتما یه کاری داره دیگه. نه این داره حرف میزنه واسه همین جواب نمیده. شما پشت خطی نیمسا. الو سلام بابا. سلام بابا جان ببخشید پشت خط بودی. بابا جان شما کرونا گرفتی نباید به ما زودترش میگفتی که ما پریشب دور هم جمع نشیم نریم تو حلقه هم. تو از کجا فهمیدی که من کرونا گرفتم؟ داریوش الان گفت. پس با خانداداشت داشتی ساخت و پاخت میکردی ها؟ چیکار کنم داشت از ترس میمون. تو چی؟ کرونا که شوخی نداره پدر من. منم الان دارم میرم یه جایی رو پیدا بکنم برم تست بدم ببینم این خاکه بر سر من شده یا نه. یعنی واقعا شما نمیخواین از این قدبازیاتون دست بردارین؟ منتظرین تا یه جایی کله پا بشین بعد اون موقع باور کنین که کرونا دارین؟ قدبازی کدومه؟ آره دیگه پدرم هم مگه پریشب شاروخ برنگشت بهتون گفت؟ سر حال نیستینا. طبق معمول برگشتین چی گفتین؟ گفتین من همیشه سر حالم و سر کیفم. بفرما اینم کیفتون که کیفور شد. داخه اگه تو این دو روز اگه من و زن و بچه‌م هم گرفته باشیم اون موقع خونمون گردن شماستا. خونت گردن منه؟ ای بی مروت.
الو قد کرد اه. این الان کی بود؟ تحت و قاریه بود؟ نه بابا وسطی آه این وسطیه آره خب میخوایی تحت و قاریه رو هم بگیر شاید اون یه کاری کرد بابا اون که سر پیاز بود آه. اونجوری شد آره این وسط پیاز اینجوری آره. وای به ته پیاز فرامرز آقا فرامرز جونم من واسه اینا کم نذاشتم نزد. جونم رو واسه اینا گذاشتم بعد اینا باید اینجوری جواب محبتهای منو بدن من مار در آستین خودم پرورش دادم میفهم آقا میفهم چه میدونم چی بگم والا شاید اینا هم میترسن آقا ولی خب به هر حال شما هم پدرشونی نباید این کارو بکنن من الان خودم بابا خدا بیامرزم اگه زنده بود آها. دور از جونش دور از جونش کرونا میگیره من مثل پروانه دورش میچرخیدم اینا مثل کرکس میمونن کرکس کلاسه بگین لاشخور لاشخور درسته آره. درسته لاشخور آقا آره. فرامرز لاشخور من شما رو که میبینم یاد آقا میفتم میبینم شما رو میبینم انگار اونو دیدم اونو میدیدم انگار شما رو دیدم نمیدونم ولی خیلی شبیه آقامی آقا خیلی شما به شما خدمت کنم انگار به اون خدمت کردم آره اصلا یه حالی میشم اصلا یه حالم خوب میشم شما پدر معنوی من باشه خب دیگه انقدر دلیم بنده خدا رو نسوزون تیتا بکش برو آج خانم شما چرا حسودی بگو شما مادر معنوی من باشه این پرستار هم خواهر معنوی من بقیه هم فک و فامیلا و عمه و خاله و دایی و کس و کار من باشم من تیکش همه تونم و همه تون چاکر تونم هست بشه که کرونا برای تو بد نشد نه فرامرز ولی خواهش میکنم که به مادرت خدمت کن به مادرت خدمت کن پدر نداری ولی به مادرت خدمت کن مادرم ندارم اه آره من هیچ کس کاری ندارم آخه یعنی چی؟ من فقط شما پدر معنوی رو دادم مادر معنوی و فک و فامیلای معنوی آخه چه اتفاقی براشون افتاده؟ بگو اتفاق که یعنی زلزله ای چی آره اومده؟ اتفاق آره دیگه آره من همه شونو همه فک و فامیلام و همه کس و کارم رو تو زلزله زیر آبار از دست دادم همش آخ آخ خیلی خوبه تو این کرونای تو کس و کار پیدا کردی واسه تو خوب شد حالا دیگه اونم معنوی از نوع معنوی آره دیگه اونم همه معنوی همه معنوی ها آره دیگه ما هم تک و تنها شدیم تیم سال دیگه هیچ کس و کاری نداشتیم پنجاه تومن ها؟ بله پنجاه تومن دستموز همون گذرنامه آشغالیه که دادن دست تو که الان پابند رو پاته تو از زندان اومدی بیرون خبر از کرونا داری؟ خبر از گرونی داری؟ عمو جان اصلا تعریف شما رو که بچه های بند زیاد کردن اصلا به شما میگه پنج طلا اصلا قربون دستت برم من ولی آقا یه ذره انصاف داشته باش اما ما از زندان تازه اومدیم آره کرونا اومده گرونی شده ولی 50 150 نه جدی من اصلا 50ی نبودم که بشه 150 شما اگر از همون اول اومده بودیم پیش من با 100 کارتو درست میکردم که بشه 150 یه چیزی دارم به تو میگم سرمو بشکن ولی قیمت منو نشکن من تجارت میکردم تو کار جنس بودم جنس میبردم جنس میبردم از کی تا حالا تی کشیدن شده تجارت نه دیگه حاج خانم ما که اینجوری نبودیم من الان اینجام اومدم واسه کمک آها. ما گروه جهاد کرونایی هستیم به. دیدیم کادر درمان خسته شدن دارن زحمت میکشن دیگه واقعا توان ندارن اومدیم کمکشون کنیم زنده باشی آدم حزم میکنه یه همچین جوون رعنا و تاجری داره ته میکشه خواهش میکنم خواهش زنده باشی آره. زنده باشی آره. ما سه تایی ما سه تا رفیقیم تک و تنها هم نیستم اینجا آره. آه. اون آقای بود دمه در نشسته بود شما رو سپردم بهش اومدم اینجا رو واسه تو ردیف کردم اون یکی از رفیقامه ما سه تاییم یکی تیکشه، یکی نشکشه، یکی هم در جوار نامزدش آه خدا ایشالله زن و بچه تو باست نگرد من که گفتم کسی رو ندارم، اونا رو باست اونا نگرد یعنی زن و بچه همه تونه، واقعا دمتون گرد من عشق میکنم، میبینم شما با مهربونی و آره. دلسوزی دارید رهبر میکشید البته همه ما زیر نظر هاشتاهاییم اون میگه ما چیکار کنیم، میگیم چشم آقا دمش گرد، واقعا دم این
حاجی تاها گرد. آره. ببین ما مردم باید خودمون به فکر بله. خودمون باشیم. بله. درسته. ما باید خودمون هوا انگیز آره. بشه. آره. کسی به داد ما نمیرسه. نه قربونت برم. مواظب زیاد حرف نه فشار نه ریت درگیره. اسم چی بود؟ فرامرد. فرامرد. فکر نکن که من اینجا خنگ و خول خوابیدم. ولی این چیزایی که گفتی اصلا به تیپت نمیخوره جز این جهادی مهادی ها باشی. آره. شاید به تیپم نخوره ولی ما عاجز توی. حتما نبا ریش داشته باشیم که آدم حساب باشیم. به ریش نیست به ریش هست آقا. چه بلایی هستی تو واقعا. این هاشتا چه آدم های خوبی رو دور خودش جمع کرد. خوبی از خودت میاد. چه حاضر جواب بس دیگه سرم رفت. نوکرتم مادر، نوکرتم چش. من تیمو میذارم. تیمو میذارم. اینجا رو سفارشی میذارم و سفارشی. ببین، ببین مادر، حسودی نکنی ها. ببین. اینجوری که هوای بابای معنوی رو دارم، هوای مادر معنوی من. خیلی فرامش همینطوری که ته میکشی بگو من ته میکشم همچین و همچین کرونا جون. من دوتا کارو با هم نمیتونم انجام بدم. هول میشم قاطی میکنم. نه خب اینو خیلی سادت بگو ما ته میکشیم همچین و همچین کرونا جون. دست نزن آقا. آقا عمو جان چه شما دیوار صوتی رو نشکن منم قیمت رو نمیشکنم. حالا از چی شاکی شدی؟ این کار من هنوز کاور نکشیدم روش که اثر انگشتت میمونه بعد ما پدر منو در میارن. آقا بذاری من یه سوالی بپرسم. اصلا اثر انگشت من چه ربطی داره که شما رو بگیرن؟ برای اینکه شما دست به این بزنین این اثر انگشتت اینجا میمونه. بعد چون سابقه داری پرونده داری مستقیم میان سراغ من. منو بیچاره میکنن. فهمیدی؟ اما ببخشید دیگه داره شما هر چیزی به هر چیزی رب میدی. آقا شما پولت بگیر پاس تحویل بده. خوش گلدی. باشه اونجا ما میریم ولی کرونا اومد که به ما یاد بده که با هم مهربون تر باشیم و هم کمک کنیم. مرگ خیلی به ما نزدیک شده. خیلی. پس فاصله تو حفظ بکن که یه خداحافظی هم خوشحالمون میکنه. یک قدم از مرگ فاصلمون بیشتر بشه. چشم چشم عزت زیاد اینت هم ببخشید ما خراب کردیم. یکی دیگه باید بزنیم. خداحافظ. بابا اینا هم کاسب نیستن. مشتری مداری برد نیستن. نمیدونم با مشتری چجور برخورد کنم به جان خودم. بابا بابا قاطه میکشی همچین و همچین کرونا جون. ای حاجیه سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. درود. جشنتایی را انداختین؟ درود نه سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم و سلام. ببینم جشنتایی را انداخته بودی؟ نه آقا نه اتفاقا ذکر خیرتون بود. خیلی علاقه زده ای. آره داشتیم از خوبیاتون میگفتیم. بابا ما که خوبی نداریم. هرچی خوبی هست پیش شماست. ما خوبی گدایی میکنیم. نه آقا نگین اینجوری. داری شکست بستی میکنین آقا. شکست نفسی. او که تو میگی شکست بندی هست خب. بله. خب شما خوبی؟ خیلی ممنون. گفتن از شنبه همه چی برمیگرده به حالت اولش. ما هم برمیگردیم به تنظیمات کارخانه. خیلی ماشاءالله ماشاءالله انشاءالله. انشاءالله. انشاءالله که چی؟ شنبه که میخواد برگرده به حالت اولش یا حالت بنده که میخواد برگرده به تنظیمات کارخانه. خب بابا هر جفتش خوبه. دلت خوش حاجیا. شهرهای ما شده بغلی بگیر. چیو بگیرم؟ کرونا رو چی کارش کنم؟ بده بغلی. اینجوری؟ ما در زمینه کرونا خودکفا شدیم آجی. خب مثل اینکه شما دل پوری داری ها. آجی جیبمون خالیه دلمون پر نباشه. آقا این چه وضعیه واسه مملکت درست کردن؟ آقا چرا در رو به روی انگلیس و آمریکا با نمیکنه؟ آقا چهار تا کشور درست حسابی که دارو بیاد، ماسک بیاد، هزار تا چیزی که مردم احتیاج دارن بیاد. شما که ماشاءالله باسوادی اطلاعاتت به روزه.
دیگه خودت هم میدونی کشورهایی که شما گفتی روی دریا کشتی دارو هم دیگه رو میدوزن وقت بیان به ما ماسک و دارو بدن ای خدا پدرت هم چه ساده ای حاجی اینا تو فضای مجازی هزار تا چیز این ور اون ور میکنن شنونده باید عاقل باشه فرامرز بهش بگو ببین شنونده باید عاقل باشه احسن احسن آقا اصلا حرفای شما درست و متین ولی باید این اطلاعات و آمار شما رو و این خبرهای من راستی آزمایی بکنن ببینیم حرف کی درسته بله بله درسته؟ بله باید ببینم مال کی راست درسته بله بله واقعا هم اینطورا بله. خب ببینم تو برای یه حاج خانم آقا جوک میگی اصلا جوک؟ آره جوک آقا من جوک هم که قابل پخش نیست خب اشکا پوشش بده دیگه پوی خانوادگی شد چش آفرین آفرین بس یادت نره ها جوک یادت نره یه آقایی زنگ میزنه به رفیقش هنوز که نگفتم خنده دار نیست کرد آزد به رفیقش خب ببخشید یه آقای زنگ میزنه به رفیقش میگه بابا تو کجایی دل ما پوسید بیا بریم با هم یه قریانی چیزی بکشیم بعد یارو میگه ای بچه که تو خبر نداری ها الان کرونا آمده میگه خب اشکالی نداره اونم بیار مهمان من ببخشید داد خانوم ها یعنی خنده نداشت خب چرا؟ خب جو پیاده در ها چرا؟ خنده من دیر فهمیدم آها جوکای من سنگینه کاری ندارین؟ نه نه من برم گفت بیا مهمان من تازه فهمیدم خب به خاطر تیک میشیدم اونم بیار مهمان من کاری ندارین آیا آقا رو معرفی نکردی بیرم آقا تیمسار تیمسار؟ بله بزرگم عزیز دلمونه کاری ندارین؟ نه ماسکو بگیر بزن اینم بزن به دستت بیا بیا پول ندارم بچه ها بیان 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 شما ماسک چرا ندارین بیا 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 دستاتون رو زده عفونی کنین دستاتون رو زده عفونی کنین آقا کرونا ساخه چرا سلام بیا بیا ماسک بیا ماسک الان کرونا شما اصلا چه رعایت نمی کنین ماسک بیا آقا بیا نمیخواد نمیخواد اون کسی ببرش کن اه بیا دستا 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 بیا 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 دستا بیا برو عمو جان عمو جان یه قصه رو شنیدی یکی بوده به بچهش میگه وقت برو به مسجد یک چای بخور یک نمازی بخون یک کفش هم بردار بیا او کفش رو برمی‌داره یک پولی هم از مردم میگیره تو به ما ماسک میدی پول بده عمو جان پول بده پول نده ولی پول ماسک عمو جان بیا برد. نه ماسک بیا. بیا 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 ماسک بزن ماسک چی آینه اینا 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 اینجا بیتن چیکار داری میکنی؟ یه پولی به ما بده خوب رسیدگی کن به منزل ما این ازت خواهش میکنم نه نه پوچ سر این نشکشه میری هر جا رفتن سایه به سایهشون میری چیزی شد آقا بیشن چش ازشون ور نمیداری حالا مهاجرت شما با یه سری از همکارای دیگه توی این وضعیت بحران کرونا برای من خبر خوش محسوب میشه دوماد آدم از پسر آدم نزدیکترش